از ادب و احترام دارم خدمت شما میانان عزیزم آقای شورتی، برای من عزت میخواهم. ممنون و سپاسگزار. سقف تاریخ نه این است و به آتش زنه ای شعله ور میشود و با هم فرو میریزد. واقعا سقف تاریخ از این نه یه جرقه ممکنه بام رو بیار روی زمین. امروز پنجشنبه است همیانانم، داشتم مطالعه میکردم صبح اول صبح سرگذشت یک پدر رو به نام آقای یواخیم گرهارد، پدر آلمانی مسیحی، وضع مالی فوق‌العاده خوب، یادم مولد، کارگاه داره، کارگاه تولیدی داره، بعد دو پسر، پسر 19 ساله، 23 ساله، خانواده خوشبخت، صمیمی و هیچ اختلاف درگیری نداشتن. دو سال زندگی در هم ریخته، زندگی خودش، همسرش، کارش از دست داد، کارش ول کرد، رها کرد. پسر بزرگیشون 23 ساله عاشق دختر مسلمان میشه، دختر تمایلات اسلام تندرو داره، برقع میپوشه، تحت تاثیر حالا هم عشق هم مذهب، خب آیینش عوض میکنه، میشه مسلمان، بسیار خوب، مسئله نیست. اما خود این پسر بزرگ، برادر کوچک رو هم تحت تاثیر قرار میده، اون میشه مسلمان. یک تیم، یه مثلث تشکیل میدن، گویا واسطه ای هم بوده، این واسطه با داعش در ارتباط بوده. اینا یک روز میان پلو پدر، پدر میخوام بینیم اتریش، میخوام بینیم وین، پلو خانه دوستان، پدرم موافقت میکنه، اینا خودروی کارخونه رو برمیدارن راهی اتریش میشن. پدر منتظر میمونه، اینا هرگز بر نمیگردن. دو سال داریم میگذره از این ماجرا. این پدر درمانده بی‌نواست، اما به زندگیش به هم ریخته، تو مار سرنوشتش در هم پیچیده شد. مسیر رو گرفته رفته وین، از اونجا رفته تمام این کشور، بلغارستان رو گشته، پشت رفته به ترکیه، خانه به، یعنی به هر منبعی که شما فکر بکنید مراجعه میکنه، دستگاه اطلاعاتی، دستگاه امنیتی، این سوریایی که از سوریه میمدن، از عراق میامدن، میره پشت مرز سوریه، میره به اردوگاه پناهندگان، بلکه بتونه اونجا این آلمانی هایی پیدا بکنه که به اون کمک بکنن، بی نتیجه است. میره به اردن، میره متوسل میشه پادشاه اردن و ملکه، هر دو بهش وقت ملاقات میدن، کمکش میکنن، اون رو میفرستن میره به اردوگاه پناهندگان سوری، بلی چه بتونه در اونجا هیچ ردی پیدا بکنه از خانواده خودش. تمام تلاشات تو این لحظه بی نتیجه بود. البته میگه بچه های من الان کشت و کشتار بودن، به احتمال زیاد رفتن کمک کنن، به احتمال زیاد کمک بکنن، بعض مالی هم میگم خیلی خوب بوده، مشکلی هم تو زندگی خانوادگی اینها نبوده. ببینید اروپا امروز با چه مسائل ناشناخته ای دست و پنجه نرم میکن. البته دستگاه وقتی ما راجعه میکنم به دستگاه امنیتی تو این دو سال، اما نشون میده که اینا مصلوب شدن، از کار افتادن دستگاه امنیتی، گناهی هم ندارن. یه موقع شما با یک گروه، دو گروه، سه گروه، چهار گروه طرفید، یه موقع با 1,000,000 طرفید که در 28 کشور هم پراکنده شدن، کنترل اینا خیلی دشواره، تقریبا غیر ممکن، غیر ممکن. به همین لحاظه که داعش میتونه به سادگی آب خوردن عوامل خودش نفوذ بده در سراسر اروپا. بکنید دیروز اعلام شد در یونان به تنهایی 10,000 پناهجو مفقود شدن. معلوم نیست کجا رفتن. 10,000 پناهجو از یک اردوگاه بزرگ مفقودن، هیچ معلوم نیست کجا رفتن، چه میکنن الان، در کجا، در کدام کشور اروپایی. عرض ادب و احترام دارم خدمت آقای دکتر بیات، خوش آمدید. صبح شما بخیر جناب میبودی، درود به شما، دوستان عزیزم، همیهنان عزیزم همه جای دنیا. در این هفته ای که گذشت رادیو، تلویزیون و مطبوعات ایران، امام جمعه ها، مساجد طبق معمول حمله های خودشون رو به جامعه بهایی ادامه دادند، با اتهامات فراوان، توهین های فراوان، دروغ پراکنی های فراوان، همه اینها ادامه داره. من فقط یک نصیحت برای اونها دارم و این رو با بیتی از ابو سعید ابوالخیر خاتمه میدم، این نکته رو خطاب به اونها که میگه ما شاخ درختیم و پر از میوه توحید،
هر رهگذری سنگ زند باک نداریم. متشکرم. تشکر میکنم. ابو سعید میپرسه که کجا بودی؟ میگه حمام بودم. میگه چرا رفت؟ میگه تنم شستم. میگه درونت رو میخوای کی بشوری؟ آقای ابراهیمیان دوست دارم، درود بر شما. صبح شما بخیر و به همه بینندگانتون. ما از این جلساتی که میریم بیرون در برای این جلسات فکر میکنیم، منم جز بقیه. بله. و من فکر میکنم که بزرگترین اشکالات تمام جامعه ایرانی نخوندن کتابه. ما اطلاعاتون و اطلاعات دست دوه و از طریق موعظه ها یا یه جست گریختی از این ور اون ور یه چیزی میشنویم و این ملاک قضاوتمون در زندگی میشه. روزی که ایرانی ها به طور جدی کتاب بخونن، مشکل ما به احتمال قوی حل میشه. یکمی که در برابر این اتفاقاتی که داره میفته، من نمیدونم جامعه ایرانی در نسل های بعد چقدر مجرمه در مورد اتفاقاتی که در خاورمیانه و در سوریه داره میفته. متوجه باشیم که این جنایت ها به اسم ایران داره انجام میشه، مقدار خیلی زیادش، و متاسفانه این را بر اسمی که امروز میفروشنش امروز میگذره، ولی بعدها من فکر کنم که این جنایت ها یه حساب تمام مردم ایران نوشته خواهد شد. حق داری. آجانگیان درود بر شما. بفرمایید. درود بر شما و بینندگان خوب برنامه. منم وقتی این اخبار رو میبینیم مثل هر کسی دیگه واقعا متاثر میشیم که چگونه مردم انسان ها به جون هم دیگه میافتن با تفاوت هایی که فکر میکنیم این مذاهب برامون ایجاد کردن و کسانی که سوء استفاده از این تفاوت های مذهبی میکنن و انسان ها رو از اون وجه مشترکشون دور میکنن و به جون هم دیگه میندازن که این گونه واقعا اتراسیتی و این گونه دست جمعی مردم رو به قتل عام برسونن جای تاسفه. امیدواریم که بتونیم یه مقدار آگاهی خودمون رو در مورد مذاهب بیشتر بکنیم و طرز فکرهامون رو عوض بکنیم و این تنها با آگاهی و دونستن واقعی ادیان به وجود میاد و این پنل امیدوارم که بتونه کمک کنه به این موضوع. آقای دکتر سعید درود بر شما، خوش آمدید. آقای میبودی با سلام و درود و تحیات روزگار نیک به شما و تمام بینندگان و شنوندگان محترم و همزبانان اون هر جای دنیا که هستن. متاسفانه اون شادی که در ایران بود از بین رفته و نه تنها قیافه ها عوض شده، رفتار عوض شده. اون صمیمیتی که بین افراد ایرانی بود اونم از بین رفته. امیدوارم روزی به دوران ما فکر نمی کنم قد بده، ولی امیدوارم روزی برگرده و دو دفعه ایران همون ایران قدیم بشه که بود. تشکر. آقای محمود وثیقه عزیز درود بر شما. درود بر شما و ضمناً سلام خدمت تمام دوستا و بیننده‌های خوب این برنامه از راه دور و نزدیک. و من هم با امید روز هستم همونطوره که در این پنل ما چند پس پنج دیانت مختلف با هم شدیم و صحبت میکنیم، با هم دوست هستیم. امیدوار هستم یک روز برسه که واقعا همه انسان ها با دیانت های مختلف، با عقاید مختلف، با زبان ها و کلتور های مختلف بتانن دور هم بیاین و زندگی را، لذت زندگی را ببرن انشاءالله. تشکر میکنم. یعنی ای به می جمله بگفتی و نرش نیز بگو. گالوب رفته در 140 کشور جهان نظر خواهی کرده ببینی که چه تعداد از آدم های کره زمین روی این کره، این 7 میلیارد نفر کار خیر انجام میدن، از دیگران دستگیری میکنن و مشکل دیگران مشکل خود اونها هم هست. رقم حیرت انگیزه، 2,200,000,000 انسان خوب رو کره زمین، 2,200,000,000 که وقتی سوال شده ازشون آیا در ماه گذشته شما شده به یک آدم غریبه کمک کنید، ازش دستگیری کنید، پاسخ مثبت بود. میانمار شماره یکه در جهان، البته به خاطر سنت های بودیسم در اون مملکت شماره یک میانماره، ولی خوشبختانه ایران ما هم در این نقشه‌ای که کشیده شده به رنگ سبز مزین شده. مفهومش اینه که آری در ایران انسانیت زنده است، هموطنان ما کار خیر انجام میدن، کار خیر، بخش از درآمدشون صرف دیگران میکنن، از دیگران دستگیری میکنن و این چیز عجیبی برای من نبوده. میانمار یک کشور استبداد زده است، ولی به انظار یک مردم معلوم میشه که رویه فرهنگی و سنتی خودشون رو حفظ کردن و به کار خیر اعتقاد دارن. و ممنون از آقای مارک زاگربرگ مدیر فیسبوک و همسرش خانم چان
$3 میلیارد کنار گذاشتم برای جنگ با بیماری ها و تحقیقات ژنتیک هم یعنی. خب آقای امروز دو چیز داریم، دو سخنگوی اصلی داریم، بقیه هم که فرصتی بهشون داده میشه کوتاه سخن بگن، آقای شاهنگیان و آقای دکتر ارشادی. اول آقای شاهنگیان بفرمایید. اگه زودی 4 دقیقه لطفا میخوام راجع به تاثیر مذاهب در جامعه های امروزی و جامعه های پیش از پیشین یه سوالی داشته باشیم، چون خیلی رواج داره که مردم میگن با دین چی کار داری، دین هر کس مال خودشو، کاری به این نداشته باش. من میخوام یک درجه تاثیر این ادیان صحبت کنم. ما اگر ادیان رو من خودم برای خودم به 3 شاخه تقسیم میکنم، هر دینی 3 شاخه داره، یکی افسانه ها و میتولوژیشه که چگونه خدا حالا آفرید و چی کار کرد و در 6 روز در 7 روز یه زمان استراحت کرد، این برنامه هاست که خیلی هم جالبه، شاید مثل داستان های دیگه ای که به ما میرسه جالب باشه. یکی سنت های دینیه که چی بخور چی نخور، کی دعا کن، چجوری دعا کن، با کی ازدواج کن، چی اینجور، چی حرامی چه حلاله، چی کوشره، اینجور مسائل که اونم بازم رنگ جامعه رو میتونه رنگ ببخشه به جامعه با داشتن این سنت های مختلف. ولی شاخه سوم مهمترین شاخهشه و اون اخلاقیاتی که به مردم میده، طرز فکر مردم نسبت به دیگران چگونه هست، طرز فکر مردم نسبت به طبیعت چگونه هست و دیدگاه جهانی شخصی و اجتماعی رو میسازن این مذاهب. این رو به راحتی میتونیم ببینیم در جامعه های مختلف با مذاهب مختلف، طرز فکرهای مختلف رو کاملا میتونیم ببینیم و این مهمترین شاخه ادیانه که متاسفانه وقتی بحث‌های دینی پیش میاد اینقدر این شاخ و برگ‌ها گرفتن این اصول دینی رو که ما به این شاخ و برگ‌ها می‌پردازیم و به این افسانه‌ها و داستان‌ها و مثل متاسفانه بعضی وقت‌ها حتی مثل کودکان خیلی مصر هستیم که نشون میدیم داستان ما بهتره، داستان ما واقعی‌تره، داستان ما به حقیقت نزدیک‌تره و از اون اصول اولیه که به جامعه تأثیر بزرگترین تأثیر رو در جامعه میذاره که اخلاقیت کمتر بهش میپردازیم. من باید اینو بگم که اینجا به عنوان یک شخص مذهبی نشستم، همیشه اینو گفتم، باز هم میگم نمیخوام سوء تفاهمی باشه، من پایبند ایدئولوژی این آموزگار بزرگ ایرانی زرتشت بزرگ هستم به خاطر خردگرایی که درش هست، به خاطر انسان دوستی که درش هست و به خاطر مهمتر از همه چیز کردار معیاری که در اون هست. در این ایدئولوژی شما رو در یک گروه و یک دسته ای نمیذارن، دسته بندی و بسته بندی و لیبل به شما نمیذارن که این مسیحیه، این یهودیه، این اینه یا اونه، این نجسته با این کافره و اینجور لیبل ها رو به شما نمیذارن. هر شخصی با کردار و رفتار خودش فقط معیار میشه و اشخاص خوب و دوست داشتنی در تمام ادیان وجود دارن و این رو این دین و این آیین و این ایدئولوژی کاملا بهش عقیده داره. میدونم که ادیان دیگه هم میان چریپیک میکنن و آیه هایی از این برانوار پیدا میکنن میگن ما هم همینطور، ولی خب در واقعیت ادیان بین انسان ها میتونم بگم تفکیکمون کردن، دستبندیمون کردن و با این تفکیک و دستبندی گروهی سوء استفاده میکنن و به قدرت میرسن. اگه ببینید فرضاً تاریخ شناسانی که حتی دشمن ایرانیان بودن در زمانهای گذشته که ایران بیش از 1000 سال یکی از ابرقدرت‌های دنیا بود، نه فقط از لحاظ وسعت کشور و قدرت کشور بلکه از لحاظ علم و دانش و فرهنگ، ما با یونانیان مقایسه می شدیم و با رومیان. در 3 دوره مختلف هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان ایران یکی از ابرقدرت های جهان بود و چگونه دیگر تاریخ شناسان دیگر تمدن ها نسبت ایرانیان نوشتن، ایرانیان رو انسان هایی که راستگویی رو بزرگ می دونستن، عدل و ادارت رو اهمیت میدادن و واقعا یک تصویر بسیار زیبایی از شخصیت ملی ایرانی نشون میدادن.
ببینیم الان شخصیت ملی ایرانی چیه، هویت ملی ما چیه. هممون افتخار میکنیم و وقتی حرف ایران میشه رگای گردن اون میزنه بالا و فکر میکنیم که از ما ایرانی تر دیگه وجود نداره، ولی نگاه کنیم هویت ایرانی ما الان چیه. هویتی که با این تقیه، این آلت تقیه که بهش میگه برای رسیدن یا برای راه خدا شما هر کاری میتونید بکنید، هر دروغی میتونید بگید و هر حیله‌ای رو میتونید استفاده کنید، ایرانیان رو، هویت ملی ایرانی رو در بیشتر جهان به عنوان انسان‌های ریاکار، دروغگو، روشون نمیشه حساب کرد، باهاشون نمیشه معامله کرد حساب میکنم. به همین دلیل میگم که نه در ایران هیچ گونه فعالیت اقتصادی جهانی به وجود نمیاد، چون اطمینانی به ایرانیان نمیکنن. هویت ملی ایرانی خراب شده. چرا؟ به خاطر اینکه با این هویت خارجی ادغام شده. ما وقتی میگن خلیج عربی هممون رگای گردن میزنه بالا، میگن نه خلیج فارس، ولی اسم بچه‌هامون عربیه، دعا خوندنمون به عربیه، نمیدونم حتی سر خاک و مقبره فردوسی که میریم که زبان فارسی رو برای ما حفظ کرده به عربی براش دعا میخونیم. یعنی واقعا یک هویت میکس یا یک هویت واقعا که خودمون هم نمیدونیم چیه پیدا کردیم و این یکی از مشکلات بزرگی تا زمانی که ما هویت اصلیمون رو پیدا نکنیم و به اون ایدئولوژی انسان دوستانه و خردگرایانه باز نگردیم و انسان‌ها همسایه‌هامون رو به دید یهودی یا بهایی یا مسیحی نگاه نکنیم و فقط به دید یک انسان و با معیارمون رو فقط بذاریم کردار و رفتارشون، وضع ایران بهتر از این نخواهد شد. آقای دکتر ارشاد بفرمایید. با میکروفون لطفاً. به دنبال فرمایش ایشون باید عرض بکنم که من به عنوان یک مسیحی ساده اینجا نشستم. یکی از تعالیمی که مسیح داد گفت بلی شما بلی و نی شما نی باشد. هیچ وقت یک مسیحی نمیتونه حقیقت رو نفی بکنه. برای رسیدن به خداوند میتونه برخلاف اون بگه. آقا میبودی، طبق گزارشی که احمد شهید به سازمان ملل متحد داده، در اول سال نو میلادی 92 نفر مسیحی به بهانه فعالیت‌های مسیحی خودشون و تشکیل کلیساهای خانوادگی در زندان حکومت اسلامی بودند. زیرا همراه با مسله کردن و کشتن کشیش‌های مسیحی، اگه تونستن کلیساها رو بستن و اگه نتونستن کلیساها رو ببندن، اونا رو به منحصر کردن به ارامنه و آشوری ها. مثل که مسیحی های فارسی زبان که عدهشون خیلی زیادن بود، اجازه نداشتن که خدای خودشون رو عبادت بکنن. ولی از اونجا که تعداد مسیحیان فارسی زبان و تعداد نو ایمانان مسیحی خیلی زیاد بود، اینا به ناچار هر چند نفر در یکی از خانه هاشون کلیسای خانگی تشکیل دادن، برای اینکه در مسیحیت عبادت جای مختصی نداره، ساختمان مختصی نداره. شما میتونید توی رخت خوابتون که خوابیدین خدا رو شکر بکنید، میتونید توی اتاقتون بنشینید و هیچ رستریکشنی نداره که حتما باید یه ساختمانی باشه به اون وضع و به کدام طرف واقع شده باشه تا دعای شما قبول بشه. از همین رو دادگاه های انقلاب اسلامی در تهران، اصفهان، تنکابن، رشت، کرج طی 3 ماه اول سال میلادی 18 نفر رو به مرگ محکوم کردن. البته اونا هنوز اعدام نشدن و تقاضای تجدید نظر کردن. جالب است بگویم که علارغم تلاش مذبوحانه حکومت اسلامی برای تبلیغ و تحمیل و سختگیری و فشارهایی که بر پیروان سایر ادیان اعمال می شود، و با اینکه در حکومت اسلامی تغییر دین برای مسلمان در حکم ارتداد و ممکن حتی به مرگ منجر بشه، عده مسیحیان خیلی زیاد شدن، بسیار و بیشتر از حد تصور. البته این تغییرات مختص به تهران، اصفهان و شهرهای دیگر نیست. مثلا در کرمان که مردمانش به نیک نفسی و
نجابت و مدارا معروف بودند و بهترین مدلش همون کاری که با لطف الله خان زند کردن و ازش طرفداری کردن و بعد آقا محمد خان دستور داد چشمای همشون در آوردن. ولی اینا به مدارا و نیک نفسی معروف بودن. از طرف دولت اسلامی کلیسای کرمان رو خراب کردن، کلیسایی که 250 سال قبل ساخته شده بود و از نظر معماری فوق‌العاده بود و در سال 1387 اون کلیسا رو به عنوان میراث فرهنگی ثبتش کرده بودن ولی خرابش کردن و باز به همین هم قانع نشدن. و برای اینکه به طوری که آقای خامنه‌ای گفت مسیحیان و بهائی‌ها برای ایران خطر ایجاد میکنن، برای اینکه اون خطر رو جلوشو بگیرن قبرستان مسیحی‌ها رو خراب کردن و بعدم روش رو صاف کردن. مسیحیانی رو که در فیروزکو بازداشت کردن در محلی نامشخص زندانی کردن و هیچ اطلاعی ازشون نمیدن. اسمشون در هیچ کدام از فهرست‌های زندان‌های متعدد تهران ثبت نشده. 11 نفر از اعضای یکی از کلیساهای خانگی اصفهان رو باز هفته قبل گرفتن و اونا راهی زندان شدن و هنوز از محل نگهداری و وضعیت سلامتی اونا هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. اینجاست که باید اقرار بکنم که معانی لغات هم در ایران عوض شده. زیرا در اسفند سال گذشته آقای علی خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان غیر مسلمانان گفت بر اساس آموزه‌های اسلام باید با پیروان ادیان دیگر به انصاف و عدالت رفتار شود. وزیرش یعنی آقای خندان، ایشون هم به اضافه که در ایران هیچ کس رو به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌کنیم. حالا نمیدونم این گفته رو شما چطوری تعبیر میکنید؟ یکی از خودهای متعدد میدونید یا؟ تشکر میکنم آقای دکتر ارشادی. خب شنیدی امیرانم، وقتی هم به شما حتما داده خواهد شد، شما میتونید نظرتون رو بدید. از دوستان عزیز خواهش میکنم هر کدام خیلی کوتاه نظری دارن، نظر مکملی اگر دارن مطرح کنن. از آقای بیات بفرمایید. خیلی متشکرم. عرض کنم که این باعث تأسف است که ما در اینجا به جای دادن آگاهی و اطلاع درباره این باورهای عمیق ایرانی، چه جدید چه کهن، وقتمون رو صرف این میکنیم که درباره بیدادی که این رژیم با همه مردم ما و من جمله بخشهای مذهبی داره میکنه صحبت میکنیم. این خیلی باعث تأسفه. واقعا این چیزی نیست که ما هیچ کدوم دلمون میخواد. متوجه شدید که هر وقت هر کدام از ما در این باره صحبت میکنیم با یک غمی توأم هست. دوست داریم بیایم راجع به درباره آینده ایران صحبت کنیم، کارهایی که در ایران باید عوض بشه تا ملتی پیشرو، ملتی پیش آهنگ بقیه فرهنگ ها کما اینکه بوده بشه، نقص های فرهنگی ذکر بشه تا به تدریج اصلاح بشه. این است که خود من به عنوان یکی از دوستان، از جمله دوستان عزیزی که در دوره این میز هستم، هر وقت درباره بیداد به بهائیان صحبت میکنم حقیقتا قلب خود من غمگین هست که این وقت رو باید صرف چیزهای دیگه کرد. ولی چه کنیم که راه دیگه ای وجود نداره؟ طبق تحقیقی که اخیراً شده، یک مقاله بسیار زیبایی هم هست که به انگلیسی است، نتیجه گیری این مقاله درباره اینکه چه کسانی بودند که در این نسل کشی های یهودیان در آلمان و کشورهای زیر سلطه آلمان انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که اکثر اینها آدم های معمولی بودند و بیشتر اینها هیچ نوع اجباری برای اون کار نداشتند. و ترس از این هست که مردم ما هم مثل مردم آلمان که آلت دست اون رژیم و تبلیغاتش شدن، مردم ما هم از روی سادگی و از تلاش برای اینکه مملکتشون رو به جلو ببرن، رژیم رو مستحکم کنن، بی‌اطمینانی و بیقراری تمام بشه همکاری بکنن و این همکاری ها متاسفانه نتایج بسیار بدی داشته. چون در ایران ما هم
خیلی از این ظلم هایی که داره میشه به دست افراد معمولی داره انجام میشه، روی اجبار نیست، با نهایت تاسف. متشکرم. آقای دکتر ابراهیمی کوتاه، برای هر چیزی که در لابراتوار بعد رشد بکنه یه محیط کش داریم. اگه میکروب رو بخوان تمیز بدن، تشخیص بدن، اول در این محیط کش میکارنش و اون محیط کش که موادی ازش ترکیب شده باعث میشه که این تعداد میکروب زیاد بشه. بدون شک اون چی که ما در ایران شاهدش هستیم نتیجه یه اتفاق خیلی ناگهانی و آسمانی در اون سال آخرین انقلاب ایران نبوده. محیط کشی در ایران وجود داشته که این محیط کش قرنها ادامه داشته و وجود داشته، منتها چون ما ازش آگاهی نداریم یا برایش صحبت نمی کنیم اونها رو کاملا نادیده میگیریم. ممکن نبود و غیر ممکن خواهد بود که هیچ ایده‌ای در هیچ محیطی روش بکنه مگر که محیط روش آماده باشه. ما نمیتونیم آتیه ایران را با واقعا وصف و توصیف گذشته هامون به دست بیاریم. ما میتونیم از مصالح گذشته برای آینده استفاده بکنیم، ولی احتیاج به یه نوسازی داریم. این خانه نو که بعد تازه درست بشه میتونه مصالح خوب رو استفاده بکنه، ولی کنار نشستن، تکیه کردن و به گذشته ها واقعا اکتفا کردن فقط اون رویاهای ما رو ارضا میکنه، ولی به آتیه ما هیچ کمکی نمیکنه. باز به اینجا برمیگردم، به فرمایشات دوست عزیز خیلی عالی بود در مورد تقسیم بندی کردن، در مورد طرز افتراق تفکراتی که تو جامعه وجود داره، ولی اگر ما بخوایم به جلو بریم راهی جز آموزش مردم نداریم و آموزش مردم باید عمیق باشه، نباید تبلیغاتی باشه، نباید جوری باشه که کسی رو گوش میکنن و بهبه میکنن. باید محیط کش رو برای آتی ایران، محیط کش رو باید عوض کرد. این واقعا کلید اصلی آتی. آقای وسیق بفهم. نکته بسیار خوبی اینجا یاد شد، مسئله اخلاقیات اینا که واقعا چیز بسیار مهمی است و بسیار در بین مردم، در بین جامعه باید رشد پیدا بکنه. اما طور که از پیامبر خدا نقل شده که از حدیثشان که بایستو لیو تمم مکارم الاخلاق ما فرستاده شده که مکارم اخلاق، خوبی های اخلاق را در بین امت پیاده بکنم. و ما امت متاسفانه که اقتدار هست که از این بهره ندارن و این ما باید ترویج بدیم و جای بسیار ناامیدی نیست، باید کوشش کرد تا بتانیم که همه را به سوی اخلاقی که مشترک است بین تمام پیروای ادیان، اخلاق خوب، حسنه، نیک، رفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک که اینایی که بیشتر دوستا کایه میکنن ازش. و ضمناً نکته دیگه را که جناب دکتر شادی یاد کردن در آخر که یعنی هیچ کس نباید به خاطر عقیده ایشان نکوهش شود که بسیار جمله خوب است و ایره ما شخصا از لابلای قرآن وقتی میبینم کاملا قرآن هدفش همی است و ما بارها یاد کردیم که از دید قرآن کریم، از دید اسلام هیچ کس نباید به خاطر عقیدهش تحقیر شود، نه به خاطر عقیدهش سرکوب شود یا آزادیش سلب شود، بلکه به خاطر اگر جرم را کسی مرتکب میشه بله مجرم است، اما هیچ انسان به خاطر عقیدهش مجرم بوده نمیتونه. و این چیزایی است که ما باید بتانیم اگر ترویج بدیم و امیدوار هستم که بیننده ما در هر کجایی که هستن اینا را از لابلای دین پیدا بکنن. چون دین تمام ادیان امیر توصیه میکنن، متاسفانه که ما از دین خود ناآگاه هستیم، اگر آگاه شیم واقعا میتونه که بسیار جای خوشی سعادت خود. ممنونم. روزش که از کنم امروز یه مراسم برگزار شد در اسکندریه در یک کنیسه که متعلق به قرن 19 همه. توی اسکندریه هنوز 17 تا یهودی زندگی میکنن، روزی 20,000 یهودی فقط به این کنیسه رفت آمد میکردن. در هر مملکتی وقتی اقلیت گذاشت رفت مفهومش اینه که مملکت داره با سرنوشت خودش بازی میکنه، آینده تیره و تاره. نگاه بکنید به خاورمیانه، امروز سنی ها دارن فرار میکنن از دست گروه های تندرو علوی یا شیعی در سوریه، یا به همین ترتیب از مناطق شیعه نشینی سنی ها هستن که علیه شیعیان دست به عملیات انتحاری میزنن، گروه داعشه و فرارها شروع شده. نگاه کنید به جامعه آمریکا، جامعه آمریکا مشکل نژادی داره، روزی روزگاری مشکل مذهبی داشته، درگیری های مذهبی بوده بین فرقه هایی که مسیحی که از اروپا آمده بودن اینجا به جان هم افتادن.
ولی تمام شد، یعنی چتر دموکراسی پایان داد به این ماجرا و آزادی مذهبی. توی مملکت 150 فرقه مذهبی زندگی میکنن. ما بنده 30 سال اینجا هستم هیچ وقت شاهد درگیری مذهبی نبود. تو این خیابان یک از خیابان‌های منطقه ولی الان اخیراً 2-3 تا مسجد ایجاد شده، درست در کنار 2-3 کلیسا، 2-3 مسجد در کنار 2-3 کلیسا. یک کلیسا میخواست در خیابان ونشورا فروخته بشه و اینا دنبال مشتری میگشتن، حاضر نبودن به همه بدن، به باهایا فروختن. حاضر شد کلیسا، حاضر شد این رو یک جا به باهایا بده. تحقیق کرد و گفتن اینا مردمان محترمی هم بهشون داده بود. یعنی اینقدر اینجا آزاد، هندو هست، بت پرست هست، آتئیست هست، شیعه هست، سنی هست، صد فرقه دیگه مذهبی توی این مملکت زندگی میکنن، ده ها گروه مسیحی، یهودی، زرتشتی، باهایی. هیچ درگیری مذهبی توی این مملکت هیچ جا نبوده، چون همه آزادن. اصل آزادی مذهبی، همه آزاد. هر وقت ما به یک چنین همچی فضایی رسیم و تمام مشکلات حل میشه. یا آقا شاهنگان میگه که ایرانی ها بدنام شدن، نه، حکومت ایران بدنامه. شما نگاه بکنید به الان مجموعه کسانی که توی همین ایالات متحده آمریکا عضو کابینه آقای همه دختر و خانم‌های ایرانی هستن، یا جوانای ایرانی در ایرانیا بدنام نیست. ایران خوشبختانه میگم توی این آخرین نظرسنجی که گالوب در 106 کشور انجام داده، از مردم ایران به عنوان مردم محترم یاد کرده، مردمی که هنوز به پاره از قواعد و پرنسیپ‌های انسانی باور دارن، با اینکه زیر تیغ استبداد بودن. اینی که بله حکومت مشکل داره، با حکومت معامله نمی‌کنن، درسته، ولی ایرانی‌ها در همه جا خوشبختانه محترمن. در اروپا هم در بین پناهجویان ایرانی‌ها شماره یک هم از در اعتبار، شماره یک. خب میرویم برمیگردیم در منزل بعد. شما میتونید با ما تماس بگیرید، شماره تلفن رو آقای امیر شورتی لطف کنم بر شماره تلفن طلایی ما رو یادداشت کنیم، در نقره ای نقره ای در دو همسفر پی میگیریم. همینان ارجمندم، این شماره تلفن ماست، میتونید با ما تماس بگیرید. فقط تمنا میکنم که اینا که تماس میگیرن کوتاه و مفید و مختصر ادای مقصود بکنن. خیلی ممنون و سپاسگزار. آقای بیات، آزادی مذهبی به نظرم تنها راه نیست؟ آزادی مذهبی جناب میبودی یکی از پایه‌های ساختن یک جامعه سالمه، برای اینکه آزادی مذهب یعنی آزادی تفکر، آزادی اندیشه و آزادی در حیطه شخصی. اگر شما اینو نداشته باشین هیچ وقت آزادی نخواهید داشت. کاملا درست. و مذهب رو من الان توسعه میدم به تفکر، هر نوع تفکری، لازم نیست فقط تفکر راجب یک دین باشه. جامعه ای که این رو نداره، اون جامعه فرقی با جوامع دیکتاتوری نداره. آزادی رو از انسان بگیرید چیزی جا آی دکتر ابراهیمیان، آزادی مذهب، آزادی مذهب این غایتی است که وقتی این به دست اومده باشه این چیزای دیگه به دست اومده، یعنی اون صده. ولی قبل که این صد به دست بیاد ما باید به صد برسیم. برای که به صد برسیم آزادی تفکر، داشتن اطلاعات، قضاوت شخصی صحیح، دنبال روی های کورکورانه رو باید کنار گذاشته بشه. ما باید از خودمون فکر تازه بیاریم. منجلاب مغز ایرانی اینقدر از مزخرفات پره که خالی کردنش کار خیلی سختیه و زمانبندی خیلی طولانی احتیاج داره و تمام اونایی که دستن در کار بهبودی ایران هستن باید در این کار با هم همکاری داشته باشن، بدون اینکه با هم رقابت سالم داشته باشن که این کار رو انجام بدن. تا این فکر آزاد نشه آزادی به دست نمیاد. درود بر شما. درود بر شما. قربان شما. درود بر شما. بفرمایید. آقای میبودی، من خواستم از شما خیلی تشکر کنم بابت این برنامه، از این نظر که 5 نفر با عقاید مختلف کنار هم نشستن و صحبت میکنن و این خیلی خیلی ارزشمند از نظر من، چون من به چشم خودم واقعا دیدم که یک خانم دندون پزشک در یک کار گروهی نتونست دیگران همراهی خودش کنه و در این اروپا دست یک خانم آلمانی رو گاز گرفت و این واقعا باعث شرمندگیه و ما ایرانی ها لازم داریم که در این مورد کار کنم. خود من هم لازم دارم، من که فکر کنم من زنگ زدم میخوام بگم من نیستم. همه ما مشکل داریم که نمیتونیم در یک کار گروهی شرکت کنیم، با افرادی بشینیم که همراه ما نیستن. از این بابت بی‌نهایت مشکل کردم. قربان شما. تشکر. و
از نظری که آقای ابراهیمیان فهمدن که مردم کتاب نمیخونن واقعا درسته. 15 سال پیش در ایران من و 5 نفر از دوستان راجع به یک موضوعی خواستیم تحقیق کنیم که نشد، ولی در همون بررسی کوتاه ما متوجه شدیم که رنج کسایی که ما در نظر گرفتیم رنج سنیشون بین 40 سال تا 60 سال بودش. بین این رنج 40 تا 60 سال 15 سال پیش یه خانم 46 ساله سوال کردن که حی علی الصلاه و حی علی الفلاح چیه، معنیش چیه در مقعد امام رضا. فرمودن که حی علی الصلاه یک مرد بود و حی علی الفلاح یک زن بود. و این سوال راجب نماز و قرآن و ما در شهرهای مختلف عربی که زیارتگاه های ایرانی ها بودن سوال کردن و قریب به 80% اینا نمیدونستن که معنی نمازی که میخونن چی، حالا دیگه قرآن که چی نوشته که دیگه اون بمانن. و یه سوال دیگه که یک نفر کرد و خیلی جالب بود، هنوز تو ذهن من حک شده با پوزش از آقای ابراهیمیان، یکی از خانوما در مکه سوال کرد یا این درسته که در قرآن اومده روز اعیاد یهودیان اینا باید حتما خونه یک مسلمان تو کلوچه بکنن بخورن؟ خب شما فکر کنید مردم با این طرز تفکر قرآنی رو که بهش معتقدن یک بار از اول تا آخرش نمی کنن و بهش فکر نمی کنن، خب تکلیف چیه؟ همینه دیگه. من حالا برای که این هفتم آقای بسیم از دست من راحت نباشم، من یه سوال دیگه این هفته هم برشون طرح کردم. سوال من اینه که چرا در قرآن حقوق زنها که برابره همه اینا جمع دارم، من موافق مندم، ولی چرا یک شاهد زن در قرآن، یک شاهد مرد در قرآن مساویه با دو شاهد زن؟ چرا؟ خیلی ممنونم از دوست. ممنونم، تشکر میکنم. درود بر شما، بفرم. سلام علیکم. سلام بر شما، بفرم. من سوالم از این آقایون همگی اونجا اینه که همه ما معتقدیم که خدا یکتا هست، یک خدا، و همه معتقدن به خدا، شکر خدا که همه معتقدن که چون به خدا در درون همه قرار داد یکتا پرستی رو، و بعدم که همه میدونیم که خدا ما رو از نسل آدم و حوا خلق کرده، یعنی همه بشریت. و وقتی خدا یکیست و همه معتقدن و اجداد همه ما آدم و حوا هستن، چه اختلافاتی هست بین همه؟ چون همه از یک خالقن، همه و میدونیم که خدا هست که کنترل همه چی در دستشه. کتاب های آسمانی اینه میگه، و تمام کتاب های آسمانی وقتی که همه با دقت بخونن میبینن که خدا تمام این پیامبرا رو، تمام کتاب ها رو فرستاده برای اینکه خودش رو معرفی کنه، یعنی بگه که من دار خدا، من خالق شما هستم، منو بپرستین و شریک پیش من نذاری. و متاسفانه و واقعا در تمام قرآن همینه، و تمام دستورات دینی به ابراهیم داده، ابراهیم قبل از موسی بوده، قبل از عیسی بوده، قبل از محمد بوده، و تمام بشریت باید دستورات ابراهیمو که خدا به ابراهیم داده اطاعت کنن، ولی همه اومدن خودشون اختلاف درست کردن. هیچ کدوم از کتاب آسمانی نمیگه که شما با هم دیگه فرق کنی، هیچ کدوم نمیگه که شما برین بنده ها رو پرستش کنی، عبادت کنی. همه اومدن فقط یک دین آوردن، فقط اینی که به همه پیامبرا و کتاب آسمانی میگن خدا یکتا رو بپرستی، شریک پیشش نذاری. و ما متاسفانه میبینیم درست مثل اینکه مثلا فرض کن که یک پوستچی یه نامه برای شما میاره، شما باید ببینید که اون پیامی که آورده براتون چیه، نه اینکه خود پوستچی رو بیاین بپرستین عبادت کنین. بندهای خدا همین کارو دارن میکنن، پیامبرا آوردن، پیام آوردن، ما باید به پیامشون نگاه کنیم نه اینکه خودشون رو بپرستیم. متاسفانه بشریت اومده بت پرستی رو آورده. شما نگاه بکنید در تمام ادیان الان فقط شده بت پرستی، هر چیزی نگاه میکنین میرین تمام تمپلا میبینین دارن بودا رو میپرستن، میرین تمام کلیسا دارن عیسی مریم میپرستن، میرین شیعه ها بخواد دارن یه مش آدمیزاده، امام آدمیزاده میپرستن، میری حتی مکه میبینین محمد دارن بود قرار دادن.
قبر محمد درست کردن و تمام سنت حدیث فقط یه چیزای خوددراریه، چون در قرآن خدا داره به محمد میگه تو نیستی که توضیح میده قرآن، منم که توضیح میدم، چیزی که من توضیح میدم تو اونو باید در سوره انبیا داره میگه که پیامبر از خودشون اجازه ندارن حرف بزنن، سوره 25 به 6 به 7 و سوره انبیا آیه 25 شیفت میگه فقط اونا دستور خدا رو باید ازداد کنن. تشکر میکنم، مزید بود، خیلی ممنونم، سپاسگزار. درود بر شما، بفرمایید. دو تلی بعد خواهش کنم دیگه زنگ نزنید، بفرمایید. سلام بر شما. من کسی هستم که چرا چندین سال پیگیری میکنم، خیلی هم علاقه مندم. سوال داشتم از پانل، از تمام پنج عالمی که نشستن دور این میز، یک از ته قلبشون به خداوند اعتقاد دارن و میگن خدا هست یا نه؟ دوم این که خدا چگونه پیغمبرهای اینها را برگزیده، یکی رو در سن 40 سالگی، یکی رو در نطفه، یکی رو در سن 60 سالگی، یکی همین چند وقتی که ماها یا پدران ما به یاد دارن اینا را. این دو تا سوال داشتم از شما. تشکر میکنم، مفهوم بود. درود بر شما، بفرمایید. آقای میبودی، با عرض ادب خدمت دوستان عزیز و استادان گرامی. آقای میبودی، من هستم، رو خط؟ بله بله بله، بفرم. آقای میبودی، من خواستم آقای جناب آقای شاهنگیان در مورد خوندن و اینا گفتن، خواستم بگم فقط اطلاعات کافی نیست، انسان ها باید بینششون رو بالا ببرن. وقتی بینش هرچی بالاتر بره، مشکلات حل میشه. بعد میخواستم بگم تمام ادیانم که شما در نظر بگیرید، زمانی که حضرت مسیح ظهور کرد، میخوام دو تا مثال براتون بزنم اگه اجازه بدید، یعنی تاریخ نویسی و فرهنگ در یونان خیلی پیشرفته بود، ولی زمانی که خود حضرت مسیح فیزیکی زنده بود، من اینقدر معروفیت نداشت که تاریخ نویس در مورد حضرت مسیح بنویسه، ولی بعد از چند وقت نگاه میکنید که الان بزرگترین دین تو دنیا. از طرف دیگه یه مثال دیگه میزنم، حضرت محمد وقتی که اومد در عرض 40 سال امپراتوریشو گذاشت، یعنی همه میگن با شمشیر حمله کردن، البته من خودم اینو قبول ندارم، ولی اگرم این نتیجه رو بگیریم که با شمشیر حمله کردن، اینو باید در نظر بگیریم که چی بود که به اون شمشیر زور داد، نیرو داد که بین دوتا امپراتوری یونان و ایران وایستاد. به نظر من این چیزا رو باید در نظر گرفت. منتها دین وقتی که میره تو فرعیات و فرعیات شاخه شاخه میشه، این مشکلات به وجود میاد. بلا اصل تمام دینا فکر میکنم خیلی مفید بوده. اگه شما در نظر بگیرید طرف خود آقای شاهنگیان که این گفتن خردگرایی، نگاه کنید خود گاتهایی که حضرت زرتشت نوشتن، بعد از یه مدت مجبور شد با آیین‌های قدیم ایران مخلوط بشه و آیین مزدیسیان به وجود بیاد و اوستا مثلا یشتا همش در مورد راز و نیاز با خدای قبله. و در مورد خرد که گفتن، نگاه کنید حضرت محمد در جنگ بعد میگه هر اسیری، هر اسیری که بتونه 10 نفر از اصحاب منو با سواد کنه و آزاد، یا مثلا میگه ز گهواره تا گور دانش بجو، یا یه ساعت مطالعه برابر به قول معروف 70 سال عبادته، یا اگرم بخوایم نقد کنیم مثلا خب از جنگ عجم و نمیدونم جنگ اشاسه و گشتاسه یا اون کشتاری که اسفنیار میکنه، یعنی تو تمام ادیان هست، ممتاز فقط بینش هر انسانی باید بالا بره که این مشکلات جزئی خود به خود همش رفع میشه، و الا ما بخوایم نقد بکنیم و همدیگر رو زیر سوال بکنیم به هیچ جا نمیرسیم. آقای میبود تشکر میکنم، ممنونم. خب بریم سراغ آژانگم، بفهم. من اول از همه میخوام راجع به دید مردم راجع به ایرانیان، گفتم شما به خیلی کامل توضیح دادین که چگونه هست. درسته ایرانیانی که در خارج هستن مسلماً جزو پیشروان علمی و در هر دانشگاهی در اروپا و آمریکا برین استادان ایرانی میبینین، در هر بیمارستانی میبینین دکتران ایرانی میبینین، وکلای ایرانی.
دوستان ایرانی در اینجا واقعا خودی نشون دادن و شخصیت والا ایرانی رو کاملا نشون دادن، ولی این حقیقت رو نمیتونیم چشم‌پوش بذاریم روش که دولت هر کشوری نماینده مردم اون کشوره و متاسفانه بیشتر مردم رفتار و کردار یک دولت رو از چشم مردم اون کشور میدونن و این توهم در بسیاری از مردم هست که اگر دولت ایران این گونه رفتار میکنه با همسایگان و با داخلی ها و خود مردم ایران، شخصیت مردم ایران این گونه هست. متاسفانه این یک واقعیتی، نمیشه چشم‌پوشی کرد. ببینید، پاسخ پرسش های قرن 21 رو در تاریخ نمیشه یافت، ولی دونستن تاریخ خیلی به ما میتونه کمک کنه برای یافتن این پاسخ ها. شما وقتی ببینید که در ایران باستان ایدئولوژی زرتشت با زور شمشیر پرورش پیدا نکرد و گسترش پیدا نکرد، ولی ایدئولوژی زرتشت، ایدئولوژی مزدایسنایی که نام درست این آیین هست که به معنای خرد ستایی هست، از افغانستان تا غرب چین وجود داشته. نه به خاطر اینکه مجبور بودن این ایدئولوژی رو بگیرن، بلکه به خاطر قدرت این ایدئولوژی، انتخاب مردم بود. در کنار ادیان دیگر، در کنار باورهای دیگر، افرادی این ایدئولوژی رو پسندیدند و انتخاب کردند و آزادی اندیشه و آزادی مذهب رو کاملا میتونید ببینید در ایران خودمون. اجازه بدید من اینو بگم، در ایران خودمون واقعا آزادی مذهب رو کاملا میتونستیم ببینید، ولی آزادی مذهب تنها راه نیست، یا میتونیم بگیم نمیتونه به تنهایی کاربرد داشته باشه. باید تفکیک مذهب از حکومت باشه. هر دینی با هر حکومتی ادغام شده، فاجعه انسانی به وجود آورده. خب شما میگه آزادی مذهبی، مفهومش اینه که حتما باید دین از حکومت جدا باشه. نه، واجی از آزادی مذهبی نیست. یعنی یک دینی همیشه دین برتر شناخته میشه. کاملا. بخشی از شهروندان پیرو ادیان دیگر اینا شاید درجه دو درجه سه حساب. آقای بفهم. خیلی سریع خواهش می‌کنم. تجاوب شنونده محترمی که گفتن مسیح در زمانی که ظهور کرد انقدر معروف نبود، باید به عرضشون برسونم که ایشون اشتباه کردن. برای اینکه تاریخ نویس یهودی اون زمان، یعنی یوسفون یا جوزفوس، به طور خیلی مفصل راجع به مسیح نوشته و در از سال 30 میلادی بوده ایشون، و بعد امپراتورای روم هم نوشتن. امپراتورای روم نوشتن، میدونید که اون در اون زمان اورشلیم جزء متصرفات روم بود. هدریان امپراتور روم راجع به مسیح نوشته و همه میشناختنش، معروف. خب واقعا جمعیت دنیا 10 میلیون جمعیت... در دوره مسیح، ولی در همون دوره که جمعیت خیلی کم بوده، باز سیف شهرتش تا روم رسیده بود. بسیار عالی. آقای وسیق بفرمایید. سوال یک تن از بیننده‌های ما، سوال بسیار خوبی بود در مورد دو شاهد زن و یک شاهد مرد که باید خدمت بیننده‌های گرامی یاد بکنم که فقط یک جای در قرآن، در سوره بقره آیه 282 یک بار آمده در موقع ترانزکشن ها یا بزنس تجارت اینا که است، دو نفر خانم باید باشه و یک نفر مرد، برای که خانم ها در این دوران تا در ممالک اسلامی بیشتر در بزنس اشتغال ندارن، در تجارت اشتغال ندارن، برای که بتانن امو ترانزکشن را درستر انجام بدن. اما هیچ جای قرآن فقط در مورد فقط تجارت تنها در یک دمو مورد، بلکه در هیچ مورد دیگه دو زن و یک مبارها نکار وقت بستیم نکاح، یک نفر خانم یک نفر مرد بوده یا دو نفر خانم ها بودن. کاملا این توضیحم برشان دادیم که این فقط در اون یک مورد بوده که در اون دوران، اما حتی در اون دوران هم استثناء بوده نمیتونه، برای اینکه امروز اینطور خانم هایی است که خودشان اکاونتینگ خوانده، بزنس خواندن، اونا از مردا که بسیار خوبتر میفهمن، اونا باید چیز بکنن. نکته دیگه را که خواهر دیگه ما بسیار خوب مطرح کردن، مسئله اختلاف تفرقه و اینایی که هست که قرآن کاملا نکوهش میکنه و به مو صراحت یاد میکنه که کسایی که ان الذين فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شیء، کسانی که تفرقه در بین خود ایجاد میکنن و به گروه ها تقسیم میشن، حتی بر پیامبر میگه که لست منهم شیعا، تو با اونا چیز دیگر ارتباط نداری.
به این معنا، یعنی شما تفرقه کردن در یک دین اصلا پسندیده نیست، نه تنها در دین اسلام، بلکه چون خدا خدای همه است، مثل که اشارات شد در این مورد، خدای همه است و یک خدا پدر مادر همه، یک پدر مادر است، ما اولاد یک انسان هستیم و در خوبی ها باید با هم دیگر مسابقه بتیم و تا امتیاز پیدا بکنیم از یکی دیگر در این مورد. در غیر از او کار ما با خودمان مربوط است. یه نامه باهایی ها نمیشن، نامه روحانی؟ بله نامه سرگشاده؟ بله، معمولا جامعه باهایی خیلی کمتر با میکروفون بله معمولا جامعه باهایی معمولاً جامعه بهایی خیلی کمتر نام پراکنی میکنه یا اعلامیه میده، ولی از بس در این مورد به خصوص ضروری شده بود، جامعه جهانی بهایی یک نامه سرگشاده به آقای رئیس جمهور ایران نوشتند که این در همه جا پخش شده. درخواستشون چی بود؟ بله، درخواست اصلی این نامه، البته ضمن چون جامعه بهایی بسیار با احترام با همه صحبت میکنه، با ایشون هم همینطور، درخواست اصلی این هست که جناب آقای رئیس جمهور، شما در آمدن به قدرت قولهای فراوان دادید درباره امید به آینده، درباره برابری همه مردم در مقابل قانون، در برابر آزادی برای همه، ولی میبینیم که در عمل لااقل درباره جامعه بهایی به هیچ عنوان نه تنها اینها صورت نگرفته، بلکه بسیار از گذشته هم سخت‌تر شده. یعنی در ابتدا جامعه بهایی رو در اوائل انقلاب همه از کارهاشون بیرونشون کردن، بازنشستگیهاشون ازشون گرفتن، حتی بعضی ها مجبور شدن حقوقی رو که گرفته بودن برای 30 سال پس بدن. بعد میبینیم از دانشگاه همه رو اخراج کردن، جوانهای بهایی هنوز حق ورود به دانشگاه های ایران رو ندارن، و بعد میبینیم که حتی کارهای خصوصی که اینها شروع کردن، مثل تجارت شخصی، داشتن مغازه و کار صنعتی، میان مغازه های اینها رو به بهانه های واهی اینها رو میبندن. و اخیراً که به این مطالب هم اضافه بکنیم، میبینیم که حتی قبرستان‌های بهایی رو هم همه تصرف کردن که در شهرهای مختلف با خون دل این جامعه برای خودی ساخته بود، و حالا در بسیاری از موارد ممکنه جسد یک کسی رو که از بین رفته مرده خودشون ببرن در یک شهر دیگه‌ای به خاک بسپارن و بعد به شما بگویند که بله به خاک. این که جامعه بهایی داره از ایشون واقعاً سوال میکنه، آیا معنی اون امیدی که شما درباره‌اش صحبت کردید، ایجاد عدالت برای همه اتباع ایرانی، آیا این اون چیزی بوده که شما قول دادید؟ متشکرم. برمیگردیم هم یاد برنامه رو بمیگیریم هم یادنم آقای دکتر ابراهیمیان. سوالاتی که دوستان میکنن همش با اهمیت، متاسفانه در این فرصت کوتاه نمیشه همش رو جواب داد. من یک دو سه نوشتم اینجا، کوشش میکنم که این سوالا رو جواب بدم تا حدی که میدونم. خیلی خیلی فصل در مورد زن و مرد، تورات در مورد زن و مرد تفاوتی قائل نمیشه به اون شکل. زنا کارگردان خیلی بزرگی هستن در داستانهای تورات، ولی در تلمود ما میبینیم که قدرت زن کم شده و متاسفانه این جریان از نظر حقوقی هم در تمام قرون وسطا اثری مهمی بوده. در قرون تازه در اروپا و بعداً هم در آمریکا زنها آزادی زیادتری به دست آوردن و نهضت‌های مذهبی بیشتر در جهت اعاده قدرت به خانم‌ها بوده، به طوری که الان در اغلب کنیسه‌های اینجا زنها میتونن ربای بشن، میتونن واقعا پیشقدم باشن در امور اجتماعی و حقوقشون رو مقدار زیادی پس گرفتن. در ایران هم فعالیت خیلی زیادی بود و ربای بزرگ اسرائیل رو آوردن ایران که بتونن حقوق تساوی زن و مرد در ایران در سالهای 50 بهشون برگردونن. در مورد خداوند، تفاوتی که ما با اینجا مرتب تکرار کردیم اینه که من کنترل همه چیزی رو در دنیا از نقطه نظر تفکرات مذهبی یهود با خدا نسبت نمیدم. ما در این دنیا قدرت داریم، حق انتخاب داریم و برای همین مسئولیت داریم. اگه حق انتخاب نداشتیم مسئولیتی نمیتونیم داشته باشیم. اینه که این مطالبی که ما داریم میکنیم این رنگ و بوی غیر یهودی داره و من این رو رد میکنم. در مذهب یهود این وجود نداره و ما مسئولیتمون رو باید قبول بکنیم و برای همین ما شریک خدا حساب میشیم.
در مورد نظر خود من درباره خداوند، من همیشه به خدا اعتقاد داشتم، الانم دارم، ولی تفکراتم و تصوراتم در مورد خدا مرتب تغییر پیدا میکنه و جوری که فکر میکنم به خدا باز عوض شده. جوری که من الان فکر کنم با جوری که 50 سال پیش فکر میکردم یکی نیست. میتونم بعدا در این مورد توضیح بدم. یکی هم این که در مورد مذاهب صحبت کردین، شما مذاهب، شروع مذاهب را با سیاسی شدن مذاهب باید تفاوت بذارید. هر وقت مذهبی قدرت پیدا کرده خواسته قدرت سیاسی به دست بیاره. در مسیحیت عیسی مسئله دیگه است، عیسویت اروپا مسئله دیگه است. عیسویت اروپا داستان سیاسیه و باعث جنایت های شده که بالاخرش عقل و قلم فرصت نمیده که اینا رو بعدا بیان بکنه. این کاری به حضرت عیسی نداره. عیسی نماینده یه طرز تفکر پیشروی در زمان خودش تحت حکومت روم بوده و میتونیم در این باره بعدا صحبت کنیم. یه جمله من فقط عرض بکنم، وقتی که مذاهب شکل سیاسی گرفتن، من جمله اسلام، من جمله مسیحیت و من جمله در آخر دوره ساسانی، وقتی که مذاهب کوشش میکنن قدرت را به دست بیاورن، گرفتاری زیاد میشه و منجلاب ایجاد میشه که الان ما ایران درش گرفتار هستیم. درود بر شما. بفرمایید. الو. بفرمایید قربان. سلام عرض میکنم، من از بروکسل صحبت میکنم، میخواستم با آقای میبودی صحبت کنم. بنده میبودی هم، صداتون داره پخش میشه، بفرمایید. آقای میبودی. جونم. جانم ببخشید آقای میبودی، هفته قبل یک خانمی از شما سوال کرد راجع به چیز قبله در شیراز. بله. من خیلی سعی کردم با شما تماس بگیرم، متاسفانه نتونستم. ایشون فرمودن که راجع به حجر الابیض صحبت کردن. نمیدونم شما به خاطر دارید نه، که در شیراز یک سنگی هست به نام حجر الابیض و باید در به اونجا قبله باید در اونجا باشه. من یک شعری از حافظ به خاطرم اومد که البته در چاپ‌های قدیمی، جدیدن من نتونستم پیداش بکنم. این شعر به اون مربوط میشه و میگه به هوش باش که هوشی در از در آید باز، طواف کعبه، طواف مسجد اقصا و کعبه میشود شیراز. خیلی جالبه این دوتا رو. من یک مرتبه این خانم که این صحبت کردن، من به یادتون اومد، به یاد این شعر افتادم. تشکر میکنم. این در به اصطلاح در جواب سنگ سیاه اسفت در منکه، اینو سنگ سفید در شیراز، نمیدونم شاید این افسانه درسته. به هر حال درود بر شما. بفهم اصلا نمیدونم این شعر مال حافظ هست یا منسوب به حافظ، اینو خبر ندارم. درود بر شما. بفرمایید. درود بر شما آقای میبودی. با من هست؟ بله با شما هستم. بفهم آقای میبودی، من میخواستم در جواب اون سوالی که اون خانم کردن، گفتن که خانوما بعد دوتا باشن آقایون یکی شد. بله. از نظر شهادت کاملا اشتباه جواب دادن آقایی که در مورد اسلام صحبت میکنن، آقای وسیل. یعنی کاملا، یعنی در هر حالتی اصلا جوابی که دادن مکسنس نمیکنه. کاملا مشخصه که عوضش میکنن، میخوان ترمیمش کنن. اسلام هیچ وقت تو هیچ زمانی تو هیچ تاریخی نشون نداده که زن میتونه جایگاه خوبی داشته باشه، میتونه ردیف مرد بشینه. هیچ وقت نبوده. 1400 سال داره این شکلی نشون میده. حالا تو قرآن میگن اینجوری نوشته اونجوری نوشته، وقتی که ازش استفاده نمیشه what's the point؟ اصلا پس قرآن برای چی اومد وقتی اصلا توشو نگاه نمی کنن که بخوان انجام بدنش؟ پس بنابراین من فکر میکنم این جوابی که دادن اصلا اشتباهه یا درستش کردن. ما میخواییم حقیقت رو به مردم بگیم. آقای میبودی، چرا ما باید عوض بکنیم جوابا رو؟ چرا میخواییم یه چیزی رو رو پوش بذاریم؟ واسه چی باید این طور باشه؟ من اعتقاد دارم باید این شکلیش کنم که مردم خوششون بیاد. نه، ما باید حقیقت رو پیدا کنیم. مردم باید دنبال حقیقت باشن آقای میبودی. تشکر میکنم. لطف کردی. درود بر شما. بفرمایید. میرم رو خط دیگر. یا درود بر شما. بفرمایید. سلام بر شما. بفرمایید. نمیشه آقای میبودی تمام این رهبران دینی خب بله با هم یه جا جمع بشن، با
به جای اینکه هر کس یه نوع کتاب میداره یه کتاب درست کنن به نام کتاب انسانیت و محبت. بچه پیشنهاد خوبی با پالوده بستنی بخشیرینی. خیلی ممنونم، تشکر. خب آقای شاهنگر بفرمایید، کوتاه خواهش میکنم، همه هر کدام یه دقیقه وقت دارید. میگه بینندگان سوال خوبی کردن راجع به بینش یا کامنتی دادن که فقط با خواندن درست نمیشه، اوضاع باید بینش عوض بشه. کاملا باشون هم‌عقیده هستم و این بینش نه فقط از آگاهی از اطراف و از مذاهب و از باورهامون میاد، بلکه واقعا باید آگاهی صحیح و کامل، نه تبلیغاتی به صورتی که ما روزمره بمبارد میشیم باهاش. اگه شما نگاه کنید این همین بینشی که میگین باعث شد که در زمان هخامنشیان وقتی که یهودیان را از اسارت بابلی ها نجات دادن، نه فقط اونها را نجات دادن و به سرزمین خودشون اجازه دادن برگردن و کمکشون کردن، کسانی که لایق بودن، کسانی که انسانهای خوبی بودن در دربار هخامنشی جای پیدا کردن. چرا که دیدگاه اونها به مردم به عنوان انسانهای برابر بود که تنها سنجش و معیار رفتار و کردار و خود اون شخصه، نه به چه گروهی وابسته است. ولی بینش ما طوری که ادیان به ما دادن، دستبندی کردن مردم و جدا کردن مردم از همدیگر، این بینش رو باید عوض کنیم و اجازه، اگر اون بینش رو داشتیم، اگر بینش ایرانیان باستان رو داشتیم، به هیچ وجه ما اجازه نمیدادیم همسایه ما رو به جرم اینکه یهودی هست یا بهایی هست بگیرن و آزار بدن. یک دقیقه بفرمایید. با میکروفون لطفاً. حتی عیسی مسیح با میکروفون. ساده ترین راه حل رو مسیح گفت. مسیح گفت مال قیصر رو به قیصر بدین، مال خدا رو به خدا. تمام کار. دنبال زندگی سیاسی نرید. البته دول اروپایی جنایت های بسیار زیادی مرتکب شدن به اسم مسیحیت. مثل پاپ بورژیا وقتی اومد و با لوکرس بورژیا ازدواج کرد، تمامش خرابکاری بود، کار صحیح نبود. حکومت رو با سیاست رو با دین یکی کردن. آفرین بر شما. آقای وسیق بفرمایید. آقای وسیق گفتن که شما بله. توجیه کردید در واقع. کاملا. البته ما خدمت شان یاد بکنم که بیننده محترم حق دارن که هر قسم قضاوت میکنن، ولی ما همونطوری که یاد کردم فقط یک بار در قرآن کریم در سوره بقره آیه 282 آمده، یک بار، جای دیگه این آمده. دقیقاً چی گفت؟ کاملا همونطور گفته که اگر شما وقت شاهد میگیرین دو مرد باشه، دو مرد باشه یا یک مرد و دو زن، یک مرد و دو زن باشه. در مو آیه طویل ترین آیه قرآن است، آیه 282. اگر تصریح کرده در کار تجارت، در مسئله تجارت، همین مسئله تجارت و بزنس اینا بوده در اوجه، در همین مسئله که صحبت در این مورد در مورد شده که وقتی اگر کسی قرض میگیرین یا یک اینا میگیرین باید کسی باشه که نوشته بکنن، باید شاهد باشه که شهادت بتن، دو مرد باید شاهد باشه یا یک مرد و دو زن باید شاهد باشه. در اون مورد تنها و تنها فقط ما وقتی برجسته ترین زنان تاجر در عربستان که همسر خودمون کاملا در اون دوران پیغمبر بوده، استثناءاتش کاملا وجود داره. و گفتم وقت ما این حقیقت را درک کرده میتونیم که ما فرق بین مسلمان و اسلام را بدانیم. چرا بین مسلمان و اسلام بسیار فرق فاحش وجود داره متاسفانه، برای که مسلمان از کتاب خود آگاه نیست. قسمی که امروز ما شما زیاد صحبت کردیم که کمتر مطالعه میکنن، کمتر میخوانن و اخبار هم یاد کردن که کتاب خود کمتر میخوانن، و ما کاملا هم نظرشون هستم که امروز چیزهایی که ما از قرآن صحبت میکنم دوستایی است که اصلا میگن که همچو چیزی در اسلام نیست. من وقت آیه رو برشون میتونم ایران میمانم، میگم ما هیچ خبر نبودیم. تشکر. آیا که بعد یک دقیقه بفرمایید. بله چشم. این دوست عزیز درباره این خواستند که همه شرکت کنندگان اینجا درباره خدا و اینکه آیا در قلبشون هست صحبت کنم. بله به این بیننده عزیز عرض میکنم، خداوند در قلب من هست، در قلب من به اوست، راز و نیاز با اوست و نه تنها در قلب من، در قلب هر بهایی دیگه هم هست. روز رو با او شروع میکنیم و روز رو با او خاتمه میدهیم. ولی دانستن درباره خداوند باید از طریق آموزش هایی باشه که این پیامبران در طول گذشته آوردند، وگرنه مستقیما ما راهی به اون نداریم. تشکر میکنم، ممنونم. همه ما سپاسی داریم از امیر شهرتی زحمت کش برای این برنامه. تشکر از میرفخرایی عزیز، هنرمند نازنین، آقای ارشادی عزیز.
چند نمره چند میدی به برنامه امروز؟ 20. به همه 20؟ به همه 20. به همه 20 میدی؟ خودم نه، خودم چند؟ به شما 15. تشکر، دادی دادی. نوش